عرض سلام و درود دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من خوشحال هستم و خداوند یزدان خودت رو سپاسگزار هستم که همچنان فرصت در اختیار هست که میتوانیم در کنار دوستان حضور داشته باشیم و بتوانیم به داستانهای شاهنامه بپردازیم و همونطور که استحضار دارید ما از در دوره جدید داریم روی مسائل موضوعی شاهنامه کار میکنیم. یکی از موضوعاتش الان راجع به اصطلاح وجهه حماسه یا سیمای حماسه در داستانهای عاشقانه شاهنامه است. من طی چند جلسه گذشته چندین داستان رو مورد بحث قرار دادیم. امروز فکر میکنم که داستان بیژن و منیژه رو باید با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. با این مقدمه من با اجازتون اسکرین شیر میکنم و وارد داستان بیژن و منیژه میشم. اگر اجازه بدید که من اینجا رو یک کمی خلوت بکنم که بتوانم مبحث رو به طور کامل نشون بدم، میایم و داستان رو با همدیگه شروع بکنیم. خب این داستان بیژن و منیژه هستش. من فکر میکنم جلسه گذشته ما راجع به اصطلاح سودابه و عشق سودابه نسبت به بیژن، نسبت به سیاوش و همچنین داستان سیاوش و فرنگیس رو بحث کردیم. امروز راجع به داستان بیژن و منیژه میخوایم صحبت کنیم. خب اولا من یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم و اون این هستش که بیژن در واقع پسر گیف هستش و گیف پسر گودرز گشوادگانه. خب پس گیف پسر گودرز گشوادگانه و بیژن پسر گیف هستش. از طرف دیگه گیف مادر بیژن خانومی است به اسم گشسپ گیسو. گشسپ گیسو دختر رستمه. پس بنابراین بیژن از یه طرف میبینیم که ایشون نژادش از مادر به رستم میرسه و از پدر به گیو و از گیو به گودرز گشوادگان. یعنی در واقع این از دو جهت پدری و مادری به خاندان پهلوانان متصل هستش. پس میتونیم تصور بکنیم که چه مثلا فرزندی خواهد بود، چه انسان به اصطلاح برجسته ایشون خواهد بود. خب اینو داشته باشیم. از طرف دیگه منیژه، منیژه دختر افراسیابه، خواهر همون فرنگیسیه که به اصطلاح با سیاوش ازدواج کرده بود و شما ویژگی های فرنگیس رو دیدید که چه ویژگی هایی بود و چه از خودگذشتگی رو انجام داد در مقابل عشقش نسبت به سیاوش. حالا قصه بیژن منیژه از اینجا آغاز میشه که میگه مرا مهربان یار بشنو چه گفت. سخن فردوسیه. از آن پس که با کام گشتیم جفت، به پیمای می تا یکی داستان، بگویم از گفته باستان. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همان از در مرد فرهنگ و سنگ. بیفتم بیار ای بت خوب شهر، بخوان داستان و بیفزای مهر. میبینید یعنی داستان از اینجا شروع میشه که فردوسی داره واسه ما تعریف میکنه که همسر من، یار مهربان من به من گفتش که یه شبی که ایشون خواب بود و از خواب میپره و ناراحته، نمیتونه خوابش رو میبره، همسرش میاد بالا سرش میگه تو مشکل چیه فردوسی؟ فردوسی هم میگه که آره من خوابم نمیبره و ناراحتم و این حرفا. اونم میره براش میوهی میاره و جام شرابی میاره و نمیدونم شرایطی رو فراهم میکنه که به سراغ فردوسی آرامش پیدا کنه و میگه که من حالا از به اصطلاح گفته باستان، اون همسر فردوسی بهش داره میگه من از اون کتاب خدای نامک این داستان بیژن و منیژه رو برای تو
بازخوانی میکنم و ترجمه میکنم به زبان مثلا حالا فارسی از زبان پهلوی و تو این رو به صورت شعر در بیار و بنویس. پس برابر این اینجوری مقدمه داستانگویی شروع میشه. بعد چه داستانی؟ داستانی پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همان از در مرد فرهنگ و سنگ. یک به اصطلاح داستانی هستش که هم چارجویی توش هست، هم عشق توش هست، هم نیرنگ توش هست، هم جنگ توش هست و آدم های با فرهنگ و سنگین، یعنی آدم هایی که به اصطلاح درک درستی از مسائل دارن، اینها میتوانن که به اصطلاح این داستان رو گوش کنن و ازش بهره برداری کنن. بگفتم بیا و ری بوت خوب چه، بخوان داستان و بیفزای مه. خب حالا در ابتدای داستان یه نصیحت هایی رو فردوسی میگه: زنی کوبد چرخ ناسازگار، که آورد به مردم زهر گونه کار. نگر تا نداری دل خیش تنگ، به تابی از اون چند جویی درنگ. ندادند کسی راه و سامان او، نداند کسی راه و سامان او، نه پیدا بود درد و درمان او. میبینی راجع به روزگار صحبت میکنه، میگه این روزگار روزگار ناسازگاریه و هم هیچ کس هم راه چاره این روزگار رو نمیدونه که چگونه باید با این روزگار زندگی کنه. بنابراین فقط تنها کاری که میکنی: نگر تا نداری دل خیش تنگ، بتابی از او چند و جویی درنگ. میگه سعی کن که دلتنگ نشی تو این روزگار، وابسته که به این روزگار پیدا نکنی و شرایط رو چیکار کنی، تحمل کنی تا این روزگار به پایان برسه. بعد میگه: نداند کسی راه و سامان او، نه پیدا بود درد و درمان او. راه و سامان روزگار هم داره، این رازهای این روزگار جهان هستی هم بر ما پوشیده است. برها اینو برای ما میگه مقدمتاً که معلومه که داستان پیچیدگی هایی رو داره، اتفاقات بسیار عجیب و غریبی توی داستان میخواد بیفته، که فردوسی از همون ابتدا ذهن ما رو چگاه میکنه، روشن میکنه، میگه آقا حواستون جمع باشه، دنیا پیچیدگی داره. خب قصه از اینجا شروع میشه که یه عده‌ای پا میشن میان پیش کیخسرو. یه جایی یه روزی که کیخسرو وارعام داده، پهلوانان نشستن، همه هستن، از پیر و جوان، از جمله بیژن هم اونجا هست. بیژن جوانترین پهلوان دربار کیخسرو، یادتون باشه جوانترین، مثلا یه چیز یه جوان 18 20 ساله است در مقابل رستمی که مثلا حالا تو اون زمان یه چیزی بوده 300 سالشه و بقیه به سر بزرگان به همه کیفیت همه سنهای بالا دارن. ایشون یه بچه هست، یه جوونه 18 سالش هم بیشتر هست. اون وقت جالبه که این جوون 18 20 ساله خیلی هم آدم سلحشور رو دنبال به اصطلاح نامه، به قول معروف دنبال این هستش که بیاد و برای خودش افتخار آفرینی کنه و در هر شرایطی هم خودشون میندازه جلو که به قول معروف چیز کنه، درگیر مسائل به اصطلاح نظامی بشه و به اصطلاح اون پتانسیل های وجودی خودش رو به معرض ظهور برسونه. و چون تنها پسر گیو هم هست، گیو خیلی دلش بنده این بچه است، یعنی پدرش و مادرش همش نگران حفظ و به اصطلاح سلامتی این بچه هستن. این بچه هم در هر شرایطی خودش میذاره جلو و اگر جنگ میخواد بره به جنگ، اگر نمیدونم مبارز جویی و سلحشوری میخواد بنزه جلو، همه کار جلو جلوتر از همه حرکت میکنه. این دل پدر مادرش هم همینطور میتپه برای این بچه. برای این مقدمه رو دارم میگم که با شخصیت بیژن آشنا بشید که چه تیپ آدمیه، چه جور جوونیه. از اون طرف توی این مهمونی و بارعامی که به اصطلاح پادشاه داده و همه پهلوانان و بزرگان کشوری و لشکری حضور دارند، چیز یه گروهی از راه میرسن و به پادشاه شکایت میکنن که جناب پادشاه، ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، مال منطقه گرگساران هم هستن، گرگساران هم منطقه مرزی بین ایران و توران، ما بیچاره شدیم به خاطر اینکه عده گراسا هستن میان به مزرعه های ما حمله میکنن و محصولات ما رو از بین میبرن،
خیلی تنومند و قوی هیکل هستن، ما چاره ای نداریم، تا یک سال کامل زحمت میکشیم تا محصولاتمون به بار میشینه و فلان، اینا یهو میریزن و همه رو میخورن و نابود میکنن و ما رو ورشکسته میکنن. از این صحبت پادشاه برمیگرده به پهلوانانی که در حضورش هستن، میگه که بگید ببینم که کدوم از شما حاضر بره به این گرازا بجنگه. میگه این گرازا هر کدوم بنزه یک مثلا چه میدونم گاو بزرگ هستن، خیلی نیرومندن، خیلی بزرگن و وحشی هم از این حرف. هیچ که حرفی نمیزنه. بیژن یه دفعه بلند میشه میگه قربان به من اجازه بدید که من برم و تو این جنگ، تو در جنگ با گرازان من میرم ترتیب این گرازا رو میدم و مردم رو مثلا آزاد میکنم و فلان. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی خوشحال میشه و به بیژن میگه که خیلی خوب، شما مثلا مأموریت با شما، برو این کار انجام. و در این حال شخصی به نام گرگین رو هم مأمور میکنه پادشاه، میگه که این گرگین به عنوان اینکه راهنمای تو باشه همراه تو میاد و شما رو به اصطلاح راهنمایی میکنه که چجوری به منطقه برسی، و چون با منطقه مثلا گرگساران منطقه اونجا آشنا هستش، تو رو به عنوان راهنمای تو همراه تو میاد. خب طبیعتا یه عده به عنوان خدم و حشم دنبال این پهلوانا حرکت میکنن، گرگن هم جزء پهلوانا. برحال اینا راه میفتن و میرن اونجا و در اونجا گرگین به چیز میگه که خب تو از پادشاه مجوز گرفتی که بیای بجنگی، بنابراین برو خودت و تنها با اینا بجنگی. خب بیژن انتظار داشت که گرگین بهش کمک بکنه، ولی خب گرگین میگه نه، تو مثلا انتخاب کردی که خودت افتخارات رو برای خودت خواستی، برای این خودت هم میری و جونت به خطر میندازی و تنهایی هم با اینا میجنگی، منم فقط اینجا هستم که به عنوان راهنمایی تو اومده بودم. بالاخره این میره به تنهایی با گورها میجنگه، با گوراسا میجنگه. من دیگه وارد اون دیتیل نمیخوام بشم، فقط دارم اینا رو خلاصه میگم. و بعدم که گوراسا رو میکشن و میکشه و چند تا گراز بودن، گراز خیلی وحشی و بزرگی بودن، هر کدوم بندازه مثلا دو تا گاو نر بزرگی داشتن، دندونهای فوق العاده بزرگ و این حرف، اینا رو میزنه و میکشه و موفق میشه. و وقتی که میاد برمیگرده و خودشون رو تو رودخونه اینا میشوره و آماده میشه که برگردن، این گرگین برمیگرده به بیژن میگه که ضمناً حالا که دیگه دست پر داریم برمیگردیم یه کار دیگه هم بکن. یه چه کار؟ میگه که اینجا نزدیک مرز توران هستیم ما و هر ساله یک چیز دختر پادشاه توران به نام منیژه میاد اینجا و به اصطلاح چیز میکنه، جشنی رو برقرار میکنه و این جشنی که برقرار میشه باعث میشه که همه یه مثلا دخترها و ندیمه هاش و ایناش میان در اینجا و ما میتونیم اگر بخوای بریم اونجا و یه چند تا از این دخترها رو به اصطلاح گروگان بگیریم و با خودمون به عنوان هدیه برداریم، برگردیم بریم به پایتخت. یه همچین حرفی رو به این میزن. خب اینم یه جوون دیگه 18-19 سالش هم بیشتر نیست و خیلی هم جویای نام و این حرفا، میگه آره فکر خوبیه، بریم این کار بکنیم، حالا چند تا هم دختر هم مثلا برای خودمون گروگان بگیریم ببریم اونجا. پادشاه ضمن این که مثلا سر گرازاری که میبینه که اونجور شدن، چند تا کنیز هم برای پادشاه ببریم و مثلا فلان، حتما خوشحال میشه و بیشتر مثلا از ما تشکر میکنه و حالا اگه قراره به ما جایزه ای بده این حرف. بنابراین میگه که را بیفت بریم. و ایشون با این گفتمان گرگین بلند میشه، میاد سر مرز تنها، میاد سر مرز توران و اون جشنگاهی که این دختر مثلا اونجا برای خودش جشن میگرفته میاد اونجا رو پیدا میکنه. میگه بپوشید رخشند رومی قباز تاج اندر آویخت پر هما، نهادن بر پشت شبرنگ زین، کمر خواست با پهلوانی نگین. بیامد به نزدیک آن بیشه شد، دل کامجویش پرندیشه شد. به زیر یکی سربن شد بلند، که تا زافتابش نباشد گزند. به نزدیک آن خیمه خوب چهر، بیامد به دلش اندر افروخت مهر.
همه دشت زاوای رود و سروج، روان را همی داد گفتی درود. منیژه چو از خیمه کردش نگاه، بدید آن سهی قد لشکر پناه. به رخسارگان چون سهیل یمن، بنفشه گرفته دو برگ سمن. کلاه هم پهلوان بر سرش، درفشان ز دیبای رومی برش. به پرده درون دخت پوشیده روی، بجوشید مهرش دگر شد به خوی. خب میبینید که این آقای به اصطلاح بیژن اومده خودش نزدیک کرده به اون جشنگاه، به اون تفرجگاهی که به قول معروف منیژه و اون دخترای دیگه اونجا هستن، و میاد میره اونجا لباس خیلی شیک هم مثلا تنش کرده و میاد میره اونجا. اونجا زیر اون یک سرو اونجا بوده، اونجا وایسه داره تماشا میکنه از دور. اتفاقا منیژه هم که در داخل خیمه هستش، از داخل خیمه این جوون بسیار خوش اندام و زیباروی رو چیکار میکنه میبینه و میگه، میان توصیفاتش رو میگه. به رخسارگان چون سهیل یمن، بنفشه گرفته دو برگ سمن، یعنی موهاش دور صورتش رو گرفته بود. کلاه تهم پهلوان بر سرش، درفشان ز دیبای رومی برش. میبینید اینا رو که این میبینه، این دختر خیلی خوشش میاد از این جوانی که اونجا وایسته داره نگاهش میکنه. میگه فرستاد مرد داوی را چون نوند. نوند به معنی اسبه، میگه یعنی به سرعت منظورشه. فرستاد مردایه را چون نوند، که رو زیر آن شاخ سرو بلند. نگه کن که آن ماه دیدار کیست، سیاوش مگر زنده شد گر پریست. میبینید چقدر جالبه، سیاوش رو مظهر زیبایی میدونن. میبینید یعنی این دختر که چهره به اصطلاح بیژن رو میبینه به یاد سیاوش میفته، میگه که این قد زیباست، نکنه سیاوش دو مرتبه زنده شده، یا اینکه اصلا این پریه به قول معروف. بنابراین خیلی براش این صحنه جالبه که یعنی در واقع فردوسی هم برای ما میخواد بگه که چی؟ میخواد بگه که بیژنم مثل سیاوش چی بود؟ زیباروی و خوشقد و قامت بود. میگه نگه کن که آن ماهدار که سیاوش مگر زنده شد گر پریست. آیا پریه یا سیاوشه؟ بپرسش که چون آمدی ایدرا، نیاوه بدین بعض با اندرا. پریزادهی گر سیاوشی ها، که دلها به مهرت همی جوشی ها. میبینید میگه بهش به سالا اون دایش میگه برو ازش بپرس تو پری هستی یا سیاوشی که انقدر زیبایی و تو دل جا میگیری. که من سالیان اندرین مغزار همی جشن سازم به هر نوبه ها. بدین بعض گه بر ندیدیم کس، تو را دیدم ای سرو آزاده بس. چدا آگه برای بیژن آمد فراز، برون برو آفرین کرد و بردش نماز. پیام منیژه به بیژن بگفت، همه روی بیژن چو گل بشکفت. یعنی پاسخ آورد بیژن بدون، که من ای فرستاده خوب روی، سیاوش نیم نه از فریزادگان، از ایرانم از تخم آزادگان. چو بیژن چنین گفت شد دایه باز، به گوش منیژه سرایی راز. که رویش چنین است و بالا چنین، چنین آفریدش جهان آفرید. خب چو بشنید از دایه او این سخن، بفرمود رفتن سوی سربند. فرستاد پاسخ هم اندر زمان، که تا آمد به دست آنچه بردی گمان. گرایی خرامان به نزدیک من، بیفروز این جان تاریک من. چنین و چنان. بالاخره میبینید که این دایه که میاد و از این سوال میکنه تو چی هستی، و این خودشو معرفی میکنه که من بیژن هستم و چنینم و چنانم. بعد میاد خبر رو به منیژه میگه و منیژه میگه که دعوتش میکنه، میگه که اگر تو بیایی پیش ما از پذیرایی شما بسیار بسیار خرسند و خوشنود خواهیم. خب اینا رو بهش میگه و بعد چیز میاد، این آقای بیژن میاد و میاد پیش این به اصطلاح اردوگاه این دخترها. یادتون باشه اون قدیما هم اینجوری بود، وقتی که مثلا دخترش پادشاه میرفت واسه گردش، طبیعتا اینا با گارد سلطنتی میرفتن، اینجوری نبود که همطوری برن
یه مش دختر مثلا با پرنسس اینا، ولی به اصطلاح افسرهای به اصطلاح نگهبان حق نداشتن نزدیک این دخترها باشن، مثلا از یه فاصله 100 متری یا 50 متری اون ورتر اینا نگهبانی میدادن، منطقه رو قرق میکرد، ولی خودشون هرگز به اصطلاح پیش این دخترها نمیاد. حالا چجوری بیژن از یه راه مخفی چجوری خودش رو نزدیک به رسول کنه، مثلا عبور کرده اومده نزدیک اینا شده که اینا فاصله دارن اینو میبیننش و دیگه نگهبان رو نمیبینن دیگه داستان. خب میگه سه روز و سه شب شاد بوده به هم، گرفته بر او خواب مستی ستم، چون هنگام رفتن فراز آمدش، به دیدار بیژن نیاز آمدش. میبینید سه روز و سه شب بیژن پلی و اینا هستش، خب خیلی هم بهشون داره خوش میگذره و هر شب بساط مهمونیه و بعد روزا هم میرن گردش و تفریح و اینا، بیژن هم خیلی لذت میبره. خب این دختر منیژه هم فوق العاده دختر زیباییه برابری. اما بعد از سه شب و سه روز خب بیژن میگه که ببخشید من دیگه بعد برگردم، من نمیتونم اینجا بمونم، که بعد برگردم برم مملکت خودم، ما اینجا مأموریت اومدیم، حالا مأموریت من تموم شد بعد برگرد. دختره میبینه که نه نمیتونه دست از این بیژن برداره، حیفه، میگه بفرمود تا داروی هوشبر، پرستنده آمیخ با نوشبر، بدادن مرد بیژن گیو را، مرا نیک دل نامور نیو را. میبینید اینو داروی بیهوشی ریختن توی مثلا جام شرابش یا حالا به هر شکل تو قضاش، و ایشون وقتی که اینو خورد به بیهوش شد. نهفته به کاخندر آمد به شب، به بیگانگان هیچ نکشاد لب. چو بیدار شد بیژن و هوش یافت، نگار سمن در بر آغوش یافت. به ایوان افراسیاب اندرا، ابا ماه رخ سر به بالی برا. بپیچی برخیشتن بیژن را، به یزدان بنالید زهری مرا. چنین گفت که کردگار ار مرا رهایی نخواهد بدین بدن زیدرام. میبینید ایشون وقتی که به صلاح بیژن سرشو که از بیهوشی سرشو بلند کرد، ای بابا داخل یه کاخه، از یه برم نگاه کردی این دختره هم پلوشه دیگه، جنگل و این حرف هم نیست، اینا اووردنش داخل به صلاح خاک توران زمین و در داخل به صلاح کاخ پرنسس به قول معروف یا شاهزاده، و این دختره هم پلوشه. خب منطقه هم اینا بستن، درها رو بستن و به قول معروف من چیز کردن دیگه، نگهبان هم که خبر نمیشن، تا از یه طرف ایشون مونده داخل کاخ با این دختر و راه فراری هم نداره بیچاره، از طرفی چون کاخ کاملا به صلاح داخل کاخ بزرگتریه، مثلا این کاخ کوچکتر داخل کاخ بزرگتریه، و بعدم که به قول معروف تو شهر و شهرم دیگه حالا چجوری باید از این عبور کنه خیلی سخت. برابر این میگه که خدایا من از شیطون به تو پناه میبرم، نمیخواست بیچاره بیاد اینجا، به اینجا دیگه نمیخواست برسه، ولی حالا دیگه گرفتار شد. خب از طرفی هم اینا در داخل کاخ میتونید تصورشو بکنید که این مثلا خانوم چه میدونم بگو منیژه، خب مثلا مقدار غذایی که مصرف میکنه مگه چقدر یه دختره دیگه، اما غذایی که بیژن مصرف میکنه مثلا 5 برابر این دختره، اون یه پهلوان مثلا 2 متر قدشه و چه میدونم 1 متر پهنای سینه‌شه و چه اینجوریه، خب غذا مثلا بیشتر میخوره، و اینا میبینن که این غذاهایی که وارد مثلا اتاق منیژه میشه و بیرون میاد دیست مثلا تا تهش خورده شده، منیژه که یه بشقاب غذا را به زور مثلا میتونسته بخوره، خب این شک و شبهه ایجاد میکنه توی آشپزخونه، توی مثلا در بین خدمتکاران و این حرفا که چه اتفاقی افتاده. بالاخره عوامل اطلاعاتی خبر میدن که آقا یه خبریه، انگار یه کسی رو آوردن، احتمالا از بین اون به صلاح ندیمه هایی هم که توی اون گردشگاه همراه مثلا منیژه بود، اونها خبر میدن. گرسی باز آگاه میشه که بله احتمالا یه عامل نفوذی اومده داخل کاخ، اونم مرده، اونم اینجوری و اونجوریه، و بالاخره میریزن و کاخو چیکار میکنن؟ محاصره میکنن. میگه سواران در و بام و هم کاخ شاه گرفتند و هر سو ببستند را،
بزن دست و خنجر کشید از نیام کی این بیژن. یه خنجر توی ساق پاش بسته بود چون اصل مثلا دیگه نداشتی، فقط یه دونه شانسی خنجری که توی به ساق پاش بسته بود داخل چکمش این خنجر کشید. بزن دست و خنجر کشید از نیام، در خانه بگفت و بر گفت نام، که من بیژنم پور گشادگان، سر پهلوانان آزادگان. نه در رد کسی پوست بر من مگر، همی سیری آید تنش راز سر. میبینید اینا که وقتی میریستن و کاخ و محاصره میکنن، بیژن برمیگرده بهشون خودشو معرفی میکنه، میگه ببین این پشت در درم قفل کرده بود توی اتاق بود، میگه خنجرش میکشه، میگه که اگر به من حمله کنید و چه میکنید من همه رو به سلام میزنم و میکشم و چنین و چنان و اینا. گرسی بس که از طرف افراسی ها مأمور شده بود که بیاد و اینو دستگیر کنه، برمیگره با بیژن صحبت میکنه که ببین تو بالاخره گرفتاری، یه نفر هستی، بالاخره حالا 20 از ماها رو هم بکشی آخرش چی؟ آخرش دستگیر میشی، خونه یه دم رو دستت میمونه، ولی تو من به تو قول میدم که اگر خودت تسلیم بکنی ما قسم میخوریم که تو رو یک به اصطلاح چجوری میگن یه محاکمه عادلانه بکنیم، تو فقط برای ما باید توضیح بدی که اینجا چیکار میکنی توی کاخ دختر پادشاه ما، تو اصلا از کجا اومدی، برای چی اومدی، ماموریتت چیه، برای چی آخه وارد کاخ کشور ما شدی، اونا وارد کاخ دختر پادشاه، این که خیلی افتضاحه دیگه، بدتر از همه پلو دختر پادشاه هم حالا 20 روز هم هست که اینجا پلو دختر پادشاه هست، این که نمیشه که. بالاخره تو فقط به ما توضیح بده، ما به تو کاری نداریم، فقط یه محاکمت بکنیم که بفهمیم اصلا موضوع کار تو چیه. اینم میگه باش اگه قول میدید که منو به حرفای من گوش بدید، من حالا به تعبیر من خدا وکیلی قصد تجاوز و ورود به کاخه به سلا چون پادشاه رو نداشتم، من یه مأموریت دیگه ای داشتم اینجا، اینجوری من اومدم اینجا، هر حال نمیدونم چجوری هم اومدم اینجا، وقتی چشمم رو باز کردم خودم رو این وسط دیدم. بعد یه همچین حرف رو روزه میگه این حرف که میزنه، وفا کرد با او به سوگند ها، به خوبی بدانش بسی پهن چی؟ گرسی وز به بیشه به پیمان جدا کرد زو خنجر، به خوبی کشیدش به بندندر. چون آمد به نزدیک شاه اندر دیگه، وقتی که اومد پلی شاه، گوه دست بسته برهنه سرا، بگویم تو را سر به سر داستان، چو گردی به گفتار هم داستان. میبینید وقتی آوردنش پلی افراسیاب و به اصطلاح ازش خواستن که به اصطلاح تعریف کنه که اینجا چه کار است و برای چی اومده، این گفتش که خب من الان داستان براتون میگم. ببینید حالا اینجاست که اون جلوه های حماسه در عشق خودشو نشون میده. ببین میتونست بیژن خیلی ساده بگه که آقا ما والا بیگناهیم، ما آمدیم دیدیم یه مش دختر اونجا هستن، بعد ما رو دعوت کردن، راستش هم میگه دروغ هم نگفت، کاری نکرد بود بیژن، ما رو دعوت کردن گفتن بیا پیش ما، ما اومدیم پلوشون خوب بودیم، کاری هم به کار هم نداشتیم، مثلا دو سه شبی با هم دیگه بودیم و بعدم به من داروی بیهوشی خوروندن و من چشم رو باز کردم دیدم وسط کاخ مثلا پادشاه توران زمینم. حرف دروغی هم نگفته بود، میتونست این حرف رو بزنه و همه به اصطلاح اتهامات رو از خودش چیکار کنه، دور کنه و بندازه گردن کی؟ بندازه گردن اون دختر، بگه این برای او برای سوچم گفته او آوردش دیگه. میگه ولی این حرف رو نمیزنه چون میدونه که اگر این حرف رو بزنه جان اون دختر به خطر میفته، باباش میکشدش. یعنی اصلا همین جاست خیلی جالبه بهتون بگم، اون داستان معروفی که میگن توی آقا شاهنامه نسبت به زنها بعد گفته که همون جایی که میگه، میگه که زن و اجده ها و هر دو در خاک به فلان بسا، این حرف رو که میگه، این در واقع دقیقا در همین داستان بیژن منیژه است که پادشاه افراسیاب وقتی که میفهمه که دخترش باعث این مثلا مسئله شده، در واقع آبروزی خیلی بزرگیه که آقا دختر پادشاه رفته یه پسری رو برداشته قبل از ازدواج آورده داخل کاخ خودش
باش حالا احتمالا رابطه هم داشته نداشته دیگه خدا میدونه، ولی به هر حال دیگه برش آورده. و بعدم چی و کی؟ یه جوون دشمن، یکی از پهلوانان دشمن، نه حالا یه ترک دیگه از همون خاندان و از همون مثلا فک فامیل و این حرف، نه یه کسی که کاملا غریبه، اونم تازه دشمن برش آورده. و اینجاست که اون خیلی عصبانیش میگه آبرو حیثیت ما رفته با این کار، بنابراین زن و اجده ها و هر دو در خاک به اینا باعث میشن که آدم آبروش بره از این حرف. اونجاست که اون از خشم میارد و اینا دیدگاه فردوسی این نیست که زن و اجده ها فلان میسن. وقتی که میاد بیژن به پادشاه میگه که ببین من حالا قصه رو برات میگم و به این شکل داستان، چه آمد به نزدیک شاهنده را و به دست بسته برهن سرا بگویم، اینو گفت و بگویم تو را سر به سر داستان، چو گردی به گفتار من چو گردی به گفتار هم داستان. از ایران به جنگ گراز آمدن، بدین جشن توران فراز آمدن، به زیر یکی سر رفتم به خواب، که تا سایه دارد مرا زافتا. پری در بیامد، ببین یه قصه سر هم میکن، میگه پری در بیامد به گستر پر، مرا اندر آورد خفته ببر، از اسبم جدا کرد و شد تا به راه، که آمد همی لشکر و دخت شاه، مرا ناگهان در اماری نشان، بران خوب چهره فسونی بخوان، که تا اندر ایوان نیامد ز خواب، نجنبید و من چشم کرده پراب، گناهی مرا اندرین بوده نیست، منیژه بدین کار آلوده نیست. ببینید یه داستان سر هم کرد، آقا ما اومدیم اونجا داشتیم تماشا میکنیم، یه پری اومد، یه جنی اومد، پری اومد منو به خواب فرو برد، و بعدم یه به اصطلاح یه اماری به اصطلاح یه چم کجاوه هم در حال عبور بود و منو انداخت اون کجاوه، و اونجا دیدم یه دختر زیبایی اونجا خوابیده، یه افسونی هم بر دختره خوند و دخترم همطور خواب بود، تا اینکه ما اومدیم و یهو چشم باز کردیم دیدیم ای داخل کاخ شما هستیم. منیژه در این ماجرا گناهکار نیست، یعنی در واقع منیژه تبرئه میکنه و یه جوری میخواد مثلا افراسیاب رو گول بزنه، میگه چنین داد پاسخ پس افراسیاب، که بخت بدت کرد بر تو شتاب. میگه ببین این حرفایی که داری میزنی به درد من نمیخوره، معلومه داری دروغ میگی، و من تو رو چیکار میکنم؟ به خاطر این جرمی که مرتکب شدی و تجاوز کردی به حریم اول کشور، ثانیا به حریم کاخ، ثالثا به حریم حرمسرای پادشاه، تو قطعا سزاد مرگه، و این حکم رو صادر میکنه. به افراسیاب، به گرسیفز برادرش میگه که اینو برش دارید ببریدش زنده بردار کنید. براتون گفته بودم که زنده بردار کردن بسیار کار به اصطلاح ضد ارزشی بود که نسبت به یک پهلوان اینا میخواستن انجام بدن، تحقیرش که میخواستن بکنن، طرف چیکار میکردن؟ زنده بردار میکردن. میگه ببریدش میگه زنده بردار کنید. باز هم ببینید حماسه اینجا، باز هم که حکم قتلش صادر میشه، باز هم ایشون لب به سخن نمیگشاید و نمیگه که منیژه به اصطلاح مقصره. اما حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ منیژه میاد پیش پدرش و میگه که ببین این جوان کاملا بیگناهه، من اینو آوردمش توی چادر خودم، من بهش داروی بیهوشی دادن، من برش داشتم این بنده خدا رو بیگناه برش داشتم و بردمش داخل کاخ، و چون دوستش دارم میخواستم که با من باشه و با من ازدواج کنه و چنین و چنان و این حرفا. خب حالا ببینید اینجا هم از خودگذشتگی شما منیجر رو ببینید که حاضره، میدونست که با این کار حکم قتلش صادر میشه، بنابراین میاد و ازش دفاع میکنه، دقیقا همون کاری که به نوعی فرنگیس نسبت به سیاوش انجام داد، این دختر هم نسبت به بیژن همین کار میکنه. برخواه میگه که شاه چیز به اینجا که حکم قتلش صادر میشه، چیز میگه شاه، بیژن برمیگره به پادشاه میگه اگر شاه خواهد که بی نزد من دلیری نمودن بدین انجمن، حالا بگم که چرا این حرف رو میزن. وقتی که این میگه که به اصطلاح پری اومد و این کار کرد، این کار کرد، افراسیاب میگه که یه دوره‌ای که توی میومدی توی به اصطلاح اردوگاه جنگی و
ما در مقابل هم قرار می گرفتیم که با افسران و پهلوانان ما به جنگی خیلی رجز می خوندی و به اصطلاح نترس بودی، ولی حالا که گیر افتادی داری در موزه ضعف حرف می زنی و دروغ دغا سر هم می کنی. واسه من می دونی اینجوری باش حرف می زنه، بلافاصله که افراسیاب این حرف رو می زنه ایهو برمیگرد میگه اگر شاه خواهد که بی نزد من دلیری نمودن بدین انجمن، یکی اسب فرمای و گرزی گران ز ترکان گزین کن هزار از سران، باورگه بر یکی زین هزار اگر زنده مانم به مردم مدار. میبینید میگه ببین حالا درسته ما در بندیم و داریم این حرفا رو میزنیم، ولی اگر واقعا میخوای جوانمردی منو تست بکنی هزار نفر از بزرگان خودتو انتخاب کن، از پهلوانان تو منم یه نفری یه گرز و یه اسب به من بده، اون وقت من با این هزار تا میجنگم، اگه یه دونشون زنده تو دست من تونستن فرار کنن تو من اصلا آدم حساب نکن، به مردم مدار، یعنی منو آدم حساب نکن. یعنی میخواست بگه که من همچنان سلحشورم بود، حالا به خاطر اون دختر داشت مثلا این کارا رو میگه. نه میگه زبیجن چون این گفته شد، زبیجن چون این گفته بشنی چشم برو برفکند و برآورد خشم، به گرسی وزن در یکی بنگرید که از ایران چه دیدیم و خواهیم دید، به فرما داری زدن پیش در که باشد زهر سو برو ره گذر. گفت یه جایی بزنید یه دار براش درست کنید که مثلا سر چهار را باشه، یه جایی باشه که همه از هر طرفی که عبور میکنن بیان و این رو ببینن که چطوری بردارش کردیم و خبرشو ببرن. بگون بخ را زنده بردار کن و از اون نیز با من مگردان سخن، بدان تازه ایرانیان زین سپس نیا رد به توران نگه کرد پس. کشیدنش از پیش افراسیاب در از دل خسته دو دیده پرا، چو آمد به در بیژن خسته دل ز خون مژه پای مانده به گل، همی گفت اگر بر سرم کردگار نوشته است مردن به بد روزگار، ز دار و ز کشتن نترسم همی ز گردان ایران بترسم همی. اینجا رو دقت کنید، این آقا رو برداشتن آوردن دار علم کردن بردنش اون پا که به اصطلاح دارش بزنن. خیلی جالبه میگه که من از دار نمیترسم. میبینید همین گفت اگر ز دار و ز کشتن نترسم ز گردان ایران بترسم، من از سرفرازان و پهلوانان ایرانی میترسم، نگرانم و ناراحتم. اونجا داشت از گریه میکرد، چشمش پراب بود وقتی که آوردن، ولی این پراب بودن چشمش نه به خاطر ترس از مرد، میگه ز دار و ز کشتن نترسم همی ز گردان ایران بترسم همی، که نامرد خواند مرا دشمنم زناخواسته بردار کرده تنم، به پیش نیاکان پهلومنش پس از مرگ بر من بود سرزنش، روانم که ناخسته ببخشید من میگم ناخواسته همین شک کردم زناخسته، دقت کنید که تا مرد که نامرد خواند مرا دشمنم زناخسته بردار کرده تنم. میگه من از این ناراحتم که اینا میان منو بدونی که بدنم زخمی شده باشه، یعنی بدون جنگ در واقع منو دستگیرم کردن و منو بدون اینکه بدنم زخمی و خونالود بشه دارن دارم میزنن، این بر من بسیار افت داره، خودم رو تسلیم کرده بود، این بنا به قولهای شرافتی که به سرا گرسیوز بهش داره. ببین گرسیوز آدم با شرفی نیست واقعا، همونطور که نسبت به سیاوش در واقع بیشرمی کرد و با اون کارش سیاوش رو به کشتن داد با اون خیانتی کرد، اینجا هم به این خیانت کرد، بهش قول داد و سوگندهای سنگین خورد که من نمیذارم تو رو بی خودی به اصطلاح بکشنه، فقط ما میخواییم محاکمه کنیم ببینیم مشکل تو چیه. ولی وقتی که آوردنش افراسیاب گفت ببر اینو دار بزن، اینم گرفت دستشو گرفت گیر دارش بزن، میگه که نامرد خواند مرا دشمنم زنا خسته بردار کرده تنم، به پیش نیاکان پهلومنش پس از مرگ بر من بود سرزنش، روانم بماند همیدر به جا ز شرم پدر چون شبم باز جا، در ایغا که شادان شود دشمنم چو بینن بردار روشن تنم،
دریغا ز شاه و ز مردان نیو، دریغا که دورم ز دیدار گیر. ایا باد بگذر به ایران زمین، پیامی بر از من به شاه گزین. بگویش که بیژن به سختی در است، چو آهو که در چنگ شیر نر است. میبینید همه این آرتش از اینه که آبروی من اینجا از بین میره و من بدون اینکه جنگیده باشم دارم به اصطلاح دار زده میشم و این افت داره واسه من و برای و من حتی در دنیای مینو سرمو نمیتونم بلند کنم پیش به اصطلاح بزرگان و پهلوانان ایرانی که وقتی به من میپیوندن. خب ایشون رفته پای دار، میخوان حلقه دار بزن گردنش. چو پیران بیسه بدانجا رسید، همه راه ترک کمر بسته دید. بپرسید و گفتش که چون آمدی از ایران، همانا به خون آمدی. همه داستان بیژن او را بگفت، چون رسیدش ز بدخواه جفت. حالا اینجا بیژن حقیقت را به پیران ویسه میگه. پیران ویسه گفتم بهتون یه شخصیت بسیار چیزیه، منطقیه، حالا دشمنه ولی دشمن بسیار محترمیه. پیران ویسه برمیگه میره این دار علم کردن و این یه جوانی رو آوردن و میخوان دارش بزنن. کی برای چی دارید دار میزنید؟ و میگن آره ایشون بیژن و چنین و چنان، حکمشو پادشاه بده. این میگه دست نگه داری، میاد پیشش، بهش میگه که جریان چیه بیژن، تو اینجا چی کار میکنی، بعد چی وارد خاک توران شدی؟ این هم راستشو میگه دیگه، میگه آره والا داستان از این قرار، ما یه ماموریتی داشتیم و اومدیم و این داستان اینطوری شد و حالا ما گرفتار شدیم. خب پیران ویسه از اونجا که مرد عاقلیه بلند میشه میره پیش افراسیاب. به افراسیاب میگه که اگر خون بیژن بریزی برین، ز توران برآید همان گرد کین. ببندی مرو را به بند گران، کجا دارد و کشتن گزینت بران. کجا دار و کشتن گزینت بران. و از آنجا به ایوان آن دخترش بیاورد، گرسیده از آن لشکرش. خب میاد بهش میگه که پیران ویسه و افراسیاب میگه که ببین این کار درستی نیست، کشتن این، ما یکی رو کشتیم به اسم سیاوش، دیدی چه داستانی اتفاق افتاد، چه جنگ ها صورت گرفت و چقدر ما صدمه دیدیم و این حرف ها. حالا اینا اون یکی رو دوتاش نکن، این هم بخوای اینجوری بیگناهی بگیری سرشو ببری یا دارش بزنی، مطمئن باش که دو مرتبه گیو و گودرز و پادشاه ایران و نمیدونم رستم و بند و اصلا میان سراغ ما و ما باز دوچاره یه جنگ و خونریزی دیگه ای میشیم و از اون چی که خسارت دیدیم بیشتر هم خسارت میدیم. بنابراین تنها کاری که میکنید اینه که بهتر ایشون رو زندانی کنید، فعلا نکشش، زندانیش کن، همین خودش درس عبرت میشه واسه یه ایرانی ها که دیگه بلند نشن بیان وارد خاک ایران بشن. خب از اون طرف میگن باشه، میگن ببرینش یه دشتی هست وسط خاک توران، بیابونی بوده، یه سیاه چالی اونجا وجود داشت، میگن ببرین بیژن رو بندازیم داخل سیاهچال در حالی که قل و زنجیر به گردنش و دست پاش میبندیم. اینا رو میبره افراسیاب، این کار میکنه، میانه میزنش تو اون سیاهچال، یه سنگ خیلی بزرگی هم که اکوان دیو با خودش آورده بوده، اون سنگ بزرگ هم روی اون به سر در اون سیاهچال میزن که کسی به سر نتونه دیگه اینو از توی اون سیاهچال در بیاره. از اون برم میان سراغ حالا به اصطلاح منیژه خانم، میگه بیارید منیجر رو بکشید از تو کاخش بیرون، بیارنش بیرون و هرچی که به اصطلاح طلا و جواهر و نمیدونم زینت و لباس و هرچی بود ازش میگیرن. این دختر بیچاره هم پا برهنه و مثلا با یه لباس خیلی ساده ای، میگه تو برو دیگه از پیش من برو، تو دیگه دختر من نیستی و از همه امتیازات به اصطلاح پرنسس بودن و شاهزاده بودن محروم هستی، برو تو هم که عاشق اون هستی، برو حالا خودت هم ازش با کن نگهداری کن. و از آنجا به ایوان آن دخترش بیا و برگرسی و از آن لشکرش، همه گنج و گوهر به تاراج داد، از این بهره بستد بدان تاج داد. منیژه برهنه به یک چادر، برهنه دو پای و گشاده سرا، کشیدش دوان تا بدان چاهزار، دیده پر از خون و رخ جویبار. بدو گفت اینک تو را خانمان، زواری بر این بسته تا جاودان. بهارش توی، غمگسارش توی، در این تنگ زندان زوارش توی. میگه خب
حالا برو تو زوارش، تو یعنی نگهبانش هم تو هستی، نگهدارش هم تو هستی، برو دست پای لخ، خودش هم هیچی نداره، غذا هم نداره، پول هم نداره، هیچی نداره، دختران هم همینطور خالی ولش میکنن، میگن حالا برو، حالا تو خیلی دوستش داری، برو حالا غمگساریش هم بکن. حالا ببینید دو مرتبه تا آخرین لحظه تا پای مرگ بیژن دختر رو چیز نمی کنه، به قول معروف محکوم نمی کنه و لو نمیده. همین منیژه تا پای مرد میره میپذیره که من گناهکار هستم، پادشاه میخواد بکشتش به وساطت پیرانه بیسه، نمیکشنش ولی اینجوری از خودشون میروننش به قول معروف. و حالا این دختری که پرنسس بود و حالا 20 تا فقط خدام حشم بهش غذا میدادن و لباسش عوض میکردن و نمیدونم تر خشکش میکردن، تنها و سرگردان مونده داخل یه بیابونی، رهاش کردن که اینم اونجا. ایشون میاد بالا سری میگه که غریوان همی گشت برگرده دشت، تو یک روز یک شب برو برگذشت، خروشان بی آمد به نزدیک چاه، یکی دست را اندرو کرد را، چو از کوه خورشید سر برزدی، منیژه زهر در همین نان چدی، همی گرد کردی به روز دراز، به سوراخ چاه آوریدی فراز، به بیژن سپردی و بگریستی، بران شوربختی همی زیستی. ببینید اینا آقای به سلام منیژه رو ولش میکنه، منیژه بیچاره خب میدونه که اون بچه توی چاه گشنگی میمیره، بهش غذا نمیدادن، توی چاهی بود که اصلا تاریکی محض، بهش که غذا نمیدادن. از اون برم این بلند میشه میاد و خودش یه 24 ساعتی میگرد تو زمون چاهو پیدا میکنه، تا چاهو که پیدا میکنه میره با چنگ و دست یه سوراخ پیدا میکنه از بغل سنگ، که از اون سوراخ میتونستی یه دست مثلا فقط میرفته تو میترسی بیاره بیرون. در این حال حالا بام شده این دختر پرنسس بیچاره، حالا میرفته گدایی میکرده، یه نونی مثلا از خونمونها میگفت آقا تو رو خدا یه لقمه نون به من بدید، یا مثلا فلان مثلا نونی گدایی میکرده، یا مثلا میرفته رخشوری میکرده، چه میدونم میرفته خونه ها رو مثلا تمیز میکرده، بالاخره با فلاکت و بدبختی حداقل دستمزدی رو مثلا میتونسته جور کنه که بیاد از اون سوراخ یه تیکه نون بندازه برای مثلا این بیژن که اونجا غذا بخوره. و این داستان همینطور ادامه داره. خب این صحنه این بره. ببینید اینجاست که واقعا باز حماسه در عشق خودشو بروز و ظهور میده. یعنی این دختر میتونست بره پیش باباش و بگی آقا بنده توبه کردم، غلط کردم، اصلا من چیزه اون به زور اصلا اومد مثلا حالا منو تهدیدم کرد، جون منو تهدید کرد، گفت منو باید به خودت ببرید، من از تو مثلا نمیگذرم، از این حرفا میتونست بزنه و خودش رو تبرئه کنه، یا اصلا بگه نه حالا اشتباهی شده، بنده توبه کردم، غلط کردم، اصلا من به بیژن هیچ چیز ربطی ندارم و نمیخوامش. ولی حاضر شد که تمام این سختی ها و بدبختی ها رو به جان بخره که بتواند که جون این به اصطلاح معشوق خودش رو چیکار کنه، نگه داره. اینا اون وجه های حماسه است که در این داستان عاشقانه آدم میتونه ببینه، فوق العاده است جدا. خب حالا از اون طرف اون بره صحنه، اون گرگیری که این آقا رو آورده بوده تا لب رودخونه، حالا میخوام برگردم به مثلا 20 روز قبل، یا چه میدونم همون 20 روز قبل، میخوام فلش بک کنم به 20 روز قبل، گرگینی که آورده این با این آقای بیژن تا لب رودخونه، میبینه که بیژن رفت، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، ده روز، چه میدونم سه هفته گذشته و برنگشته، و این ناامید میشه که میگه آه این بیژن کشتنش نابود شد، خصوصا که اسبش اونجا میبینه که اسب زینش از مثلا بدنش جدا شده، یه بری و این حرفا، بی سرپرست میفهمه که یه بلایی سر این بیژن، فکر میکنه که مرده، برمیگرده میاد داخل چیز، میاد برمیگرده داخل ایران و میبره اون دندونای گرازا رو که اینا کنده بودن به عنوان مدرکی، که یا سر گرازا رو که به عنوان مدرک، اینا رو برمیداره با عرابه و میبره پیش پادشاه، و اونجا به گیو و
پادشاه اینا یه دروغای سرهم میکنه که آره ما داشتیم برمیگشتیم یه دونه چیز پیدا شد، یه جنی پیدا شد، یه دیو پیدا شد در قالب یه گورخری بود و به اصطلاح بیژن رفت دنبالش که شکارش بکنه گورخر رو، ولی دیگه رفت و دیگه هم بر نگرشت. یه همچین دروغی رو سرهم میکنه که مثلا فرق. ولی نه پادشاه و نه گیو بابای بیژن این حرف رو قبول نمی کنم، می فهم که این داره دروغ میگه و به قول این شیرازی ها یه باکیش هست. خب ایشون زندانی میشه و گیو میاد پیش کیخسرو، از کیخسرو درخواست میکنه که کمکش کنه. خب نیروهایی رو میفرستن به اقصی نقاط اون جنگل دورور این ور اون ور که بلکه بتونن که به قول معروف چیز رو بلکه بتونن که بیژن رو پیدا کنن و نمیتونن. در نهایت چیز کیخسرو میگه که من به جام جهان بین نگاه میکنم و اونجا میفهمم که این کجاست. 6 ماه از این ماجرا گذشته. بعد از 6 ماه که روز اول عید نوروز میشه، از 20 روز قبل 3 روز قبلش این جناب کیخسرو میره قول معروف چله نشینی میکنه، میره اونجا به عبادت مشغول میشه و چنین و چنان و خودش رو آماده سازی میکنه تا اینکه بتونه چیز بکنه، بتونه به قول معروف تو جام جهان بین نگاه کنه و اوضاع به سلام بیژن رو پیدا کنه. وقتی که جام جهان نگاه میکنه به گیو میگه که نگران نباش، این در داخل خاک تورانه، در منطقه گرگسارانه و در داخل یه چاهی هست، زنده است اما در شرایط سختی داره به سر میبره و به اصطلاح باید که بریم نجاتش بدیم. خب کی میتونه این کار انجام بده؟ این از عهده هیچ کس بر نمیاد مگر رستم. میگه نگه کرد و پس جام بنهاد پیش، بدیدن در او بودنی هاز بیش، و هر 7 کشور همی بنگری، ز بیژن به جایی نشانی ندید. سوی کشور گرگساران رسید، به فرمان ایزد بر او را بدید. به چاهی ببسته به بند گران، ز سختی همین مرگ جستن در آن. یعنی اینقدر شرایطش سخت بود که آرزوی مرگ میکرد این بیژن بنده خود، اینقدر شرایطش تو اون چاه سخت بود. دیگه که چون این نامه می نویسه به رستم و به رستم میگه بیا، میگه چون این نامه من به خانی مپای، به زودی تو واگیف خیزن در آن، بدان تا بدین کار با هم به هم، زنی راه فرخ به هر بیشکن، ز مردان و از گنج و از خواسته، بیارم به پیش تو آراسته. چنین گفت رستم به شاه جهان، که این کار بسیجیم اندر نهان، کلید چنین بند باشد فریب، نباید بر این کار کردن مهیب، نه هنگام گرزست و تیغ و سنان، بدین کار باید کشیدن انان، به کردار بازارگانان شدن، شکیبا فراوان به توران بودن. گشادن گردان کمرهای سیم، بپوشیدشان جامهای گلیم، سوی شهر توران نهادند روی، یکی کاروانی پر از رنگ بود، چو پیران بیسته نخچیرگاه. حالا ایناش دیگه بمانند. میبینید که وقتی که پادشاه کیخسرو به رستم میگه که این تنها تو هستی که میتونی این کار انجام بدی و من همه امکانات رو در اختیار تو قرار میدم، برو و این به سر جوان نجات بده، این میگه که بسیار عالی، من این کار انجام میدم، ولی خدمتون باید بگم که ما این کار رو با زور و رو نمیتونیم انجام بدیم، چون که به هر حال بیژن در دست اونا اسیره دیگه، ما بخوایم بهشون باهاشون وارد جنگ بشیم و چندون بشیم، خب تنها کاری که میکنن اونا، هیچ کاری هم که نتونن بکنن، یه شمشیر میزنن اون بچه رو میکشنش، به همین سادگی، اونه که از خودش نمیتونه دفاع کنه. بنابراین میگه که ما باید تمهیداتی فراهم کنیم، این هستش که من باید که در قالب یک مثلا گروه بازرگان به عنوان یک کاروان تجاری اونجا وارد بشم و خودم رو به منطقه نزدیک، به همین دلیل یک مثلا کاروانی رو را میندازن که به قول معروف چیز به قول معروف رستم به عنوان مثلا رئیس کاروان با بازرگان و بقیه اعضای کاروانم به قول چیز همشون کماندو هستن، منتها کماندوهایی که حالا لباس بازرگانان رو تنشون کردن، یه 10-15 نفر مثلا اینجوری دارن میرن
همشون هم شطورهای در دستشون رو یه به عنوان خدم و حشم اینجوری دارن. خب میرن اونجا وارد منطقه میشن، با پیران ویسه صحبت میکنن، هدایایی به پیران ویسه میدن و بساط بسیار تجارت رو اونجا باز میکنن. اونجا هستش که به گوش منیژه میرسه که به قول معروف یه هیئتی از ایران وارد شده، یه کاروانی اومده و میاد و میگه که رئیس این کاروان کیه و این حرفا. میگن که مثلا اون آقاست، حالا رستم مثلا نشون میده. میره پیش رستم و به رستم میگه که ببین، من منیژه هستم و دختر پادشاه توران هستم و به اصطلاح پرستاری چیز این بیژن با من. تو رو به خدا اگه خبر داری، آیا اصلا خبر دستگیری بیژن به ایران رسیده؟ رستم و گیو و بودرز و توس و پادشاه از دستگیری این بیژن بنده خدا خبر دارن یا نه؟ اینا برمیگرده. خب رستم یه آدم نظامیه، خیلی اولا جدی، ثانیا هم خوب آدم نیست که خیلی تمهیدات لازم رو فراهم میبینه. از کجا میدونه که اصلا این منیجسه نیست؟ از کجا میدونه وقت ممکنه این جاسوس باشه همین دختره؟ برمیگرده به این میگه که نه آقا خانم، این حرفو چه به من میزنی؟ من یه تاجرم، من یه آدم بازرگانم، من اصلا به من نه بیژن میشناسم نه با رستم و دیو و نمیدونم پادشاه ایران ارتباطی دارم. ما یه آدمی هستیم دنبال یه لقمه نون هستیم، از این ور میریم تجارت میکنیم، از اینجا اینو میبریم اونجا اونو میاریم فلان مثلا. این برمیگرده میگه که ولی بعد به من کمک کنی، تو رو خدا اگه میتونی مثلا چیز کن. اولا که من گرسنم، این بیژنم گرسنه است و من کمک لازم دارم، تو بالاخره خون ایرانی داری، این بچه هم ایرانی فلان مثلا. میگه که ببین، بی خودی مزاحم من نشو، من نه طوری میشناسم نه بیژن میشناسم نه هیچی، ضمننم که با ایرانی هم رابطه ای ندارم، اصلا مسیر بازگشت هم از سمت ایران نیست، ما داریم میریم، ما همطور به شهرها و کشورهای مختلف حرکت میکنیم. یه جوری اینو باش تند صحبت میکنه، این دختره میزنه زیر گریه از ناراحتی. رستم که میبینه اون گریه میکنه میگه که خیلی خوب، حالا گریه نکن، من که کاری واسه تو نمیتونم انجام بدم، یه کاری بلکه بتونم واسه. گفتی شوهرت بیژن گرسنه است؟ آره. گفت خیلی خوب، آقا به چیزا، به اون نوکراش و به سلاح همراه برمیگن، میگه که بری یه مرغ مثلا بریون کنید و از این حرفا تو شکمش هم پر کنید و مثل به قول معروف شب کریسمس شب شب گذارید، یه همچین مرغی رو آماده کنید و فلان بیارید. وقتی اینا مرغ میرن میپزن آماده میکنن و خیلی ترتمیز غذای درست حسابی، این یواشکی این انگشتر خودش رو رستم در میاره میکنه تو شکم مرغه، میگه یه دونه غذا میده به خود منیژه، میگه این برای خودت بخور، این هم برده ببر واسه این به صلاح شوهرت یا نامزده، ترکی از این بیژنی که میگی برو، حالا این هم هدیه ما به تو، دیگه بیشتر از هم من هیچ کاری ندارم با تو، سراغ منم بی خودی نیا دیگه. اینه میگه و میره اونجا. این دختره غذا رو میگیره و خب خودش خورده، اون غذا هم خیلی خوشحال به دقیقه از مدت های گوشت مرغ بریونه خوشحال و پامشو میاد میره دم اون سوراخ بالا سر این بیژن. به بیژن میگه که ببین، یه هیئتی به اصطلاح از ایران اومدن، اینا تاجرن ولی خیلی با من بد برخورد کرد رئیسشون، ولی خب بازم خدا به درش بیا موجه خب قضا به من داد، همش هم میگه من نه بیژن میشناسم نه نمیدونم فلان، یه قضایی به من داد، حالا اینو گفته بر بده به شوهرت، منم اوردم که برای تو. این مرغ از اون بالا میندازه پایین، میندازه پایین و این بیژنی که این قضا رو شروع میکنه به خوردن و اینا، یه دفعه وسط این چیز، وسط این شکم مرغ، انگشتر رستم رو میبینه و میشناسه. بلافاصله تا اینو میبینه میشه میخنده خوشحالی، میفهمه که رستم اینجاست، میخنده و این دختر بالای به اصطلاح چاه تعجب میکنه، میگه که چی شده، چرا میخندی، زده به سرت، چه اتفاقی افتاده، دیوونه شدی این حرفا؟ میگه نه نه، بهت میگم ولی به شرطی که
قول مثلا حالا شرف بدی که این مسئله رو در میون با کسی نذاری و فقط اون چه که بهت میگم عمل کن. میگه بگو قول میدم فلان بیسا، میگه که برو به اون چیز، برو به اون آقایی که بهت این مرغ و داد و اومدی بهش بگو که پیغام شما دریافت شد. همین. و به این نشونی، یه نشونی که مثلا فقط بیژن میدونست و رستم میدونست، به نشونی اون که فلان روز فلان کار رو با هم کردیم مثلا توی فلان جا. اینه میگه. این دختره با تعجب میگه خب یعنی چی؟ باشه خیلی خب میره. پا میشه میره دو مرتبه سراغ رستم مثلا فرداش. میره و به رستم میگه که آه خیلی ممنون از چیز کردیم. شما مثلا به قول معروف به ما قضا دادی فلان. مثلا من این قضا دادم به مثلا نامزدم یا شوهرم، به من اینو گفت، گفت برو به صاحب، به اون کسی که این مرغ داده بگو که بله پیغام شما دریافت شد. به این نشونی بلافاصله رستم میفهمه که آها پس این دختر واقعا منیژه است و اون کسی هم که توی چاه واقعا که همون بیژنه. میگه خیلی خوب حالا شد، بگو ببینم جریان چه قراره. میگه آره من اینجوری اینجوری و این اونجا توی فلان جا توی چیزه توی فلان بیابون توی چاه انداختنش. میگه خیلی خوب تو از پیش من میری بدون این که با کسی حرف بزنی کاری بکنی، تنها کاری که میکنی اینه پا میشی میری اونجا هر چی هیزم میتونی جمع میکنی میبری سر اون چاه، اون نقطه‌ای که بیژن هست. دم غروب، نزدیکای غروب چیز میکنی به قول معروف اونو هیزوما رو آتیش میزنی، خودت هم از منطقه دور میشی میری یه جایی که حالا با هم قرار میزنن، مثلا حالا خب منیجه میدونست اونجا چجوریه، فلانجا قرار میزنیم اونجا شما مخفی میشی تا وقتی ما بیم سراغت. به کسی هم حرف نمیزنی. میگه باش. میره و منیژه همین کارا رو میکنه و چیزما رو جمع‌آوری میکنه و در تمام روز میبره سرمون چاه میذاره و نزدیکای غروب که هوا گرگو میشه و داره هوا تاریک میشه چیزما رو چیکار میکنه؟ آتیش میزنه. وقتی آتیش برپا میشه حالا دیگه چرا رستم این کارو میکنه؟ برای اینکه کسی تعقیبش نکنه، کسی ندونه اصلا این کجا داره میره. خیلی از نظر نظامی کار درسته. راه میفته با اون هیئت ده بیست نفره دم غروب تو تاریکی میره به سمت چیز، میره به سمت آتیش. وقتی میره به سمت آتیش با محل چیز رو پیدا میکنن، محل با توجه به مشخصاتی هم که منیجر داده بود محل به اصطلاح زندانی بودن بیژن رو مشخص بود. به اونجا که میرسن بالاخره اون سنگ رو مستم میکنه از جا و پرتاب میکنه، اونقدر سنگین بودی که وقتی رستم پرت میکنه سنگو زمین لرزه ایجاد میشه، یعنی اینقدر سنگین بود. بعد میاد و میاد لبه چاه، اونجا هستش که به قول معروف چیز رو تناب رو میندازه داخل چاه. اینم من بهتون بگم وقتی که چیز بگو کیخسرو مأموریت رو به رستم میده و به رستم میگه که برو و اونجا رو به صلاح چیز کن، برو و این بیژن رو پیدا کن، گرگین که در زندان بوده برمیداره پیغام میفرسته واسه رستم که بره ملاقاتش. رستم میره ملاقاتش، اونجا میفته به گریه زاری کردن و چیز کردن، به صلاح عذرخواهی کردن از رستم که من اشتباه کردم اونجور که بعد مثلا این جوون رو کمک کنم هدایت کنم نکردم، من بهش گفتم برو لب آب بریم مثلا یه دختر یا یه چند تا دختر مثلا بگیریم و من بعد راه نماییش کردم فلان مثال و حالا پشیمونم از کاری که انجام دادم و شما مثلا تو رو خدا اگه میشه وساطت منو پیش چیز بکن، پیش پادشاه بکن، پیش گیف بکن و منو ببخشن اینها، من تا پای جان کاری میکنم که به اصطلاح به این بیژن کمک بکنم که به قول معروف نجات پیدا کنه و از دلش در بیارم دیگه. به قول معروف
جبران کنم اشتباهاتم. رستم میگه که تو واقعا چیز هستی، تو واقعا مستحق مجازات هستی، ولی حالا که میبینم متنبه شدی، بالاخره به وجود گرگینم نیاز داشتم، چون گرگین منطقه رو خوب میشناخت و بلد بود، رستم اینا که با منطقه آشنا نبودن. ولی خب باشه، با من میرم به خاطر تو میرم چیز میکنم، با پادشاه صحبت میکنم. پادشاه وقتی که رستم حالا دیگه میره پلوشو ازش خواهش میکنه که به قول معروف این گرگین رو ببخشند و فلان، میگه که به من ببخشیدش گرگین رو. پادشاه میگه من هرگز نمیخواستم که گرگین رو ببخشم، ولی دیگه حالا در مقابل شما بالاخره ما چی بگیم دیگه، حالا چشم، به خاطر تو من گرگین رو میبخشم. خب گرگین به این شی بخشیده میشه، همراه رستم تو اون هیئت میاد و واقعا هم از خودش خیلی جانفشانی میکنه و کمک میکنه واقعا. تا میرسن حالا این صحنه، صحنه جالبی، میگه که میاد بالا سر چاه، از اون بالا کمند رو میندازن داخل چاه، رستم میندازه داخل چاه، به این بچه میگه که، به بیژن میگه که کمند رو بگیر من بیارم بالا. این میکشتش آروم آروم، میارتش بالا. ببینید چی میگه. میگه ز بیژن بپرسید و نالید زار، که چون بود کارت به بد روزگار، همه نوش بودی زگیتیت و ز دستش چرا بستدی جام زهر. بدو گفت بیژن ز تاریک چا، که چون بود بر پهلوان رنج راه، مرا چون خروش تا آمد به گوش، همه زهر گیتی مرا گشت نوش، بدینسان که بینی مرا خانمان، ز آهن زمین و ز سنگ آسمان. میبینی اون تایچار میگه که ببین، رستم بهش میگه تو وضعت خوب بود، چرا به این حال روز افتادی؟ اون میگه که والا ما حال روزمون خوب بود، این توطئه ای که این گرگین واسه من درست کرد باعث شد که من به این حال روز افتادم، حالا زمینم سنگ، زمینم مثلا خاک، آسمونم هم سنگه که توی مثلا اون چاه هستم. بدینسان که بینی مرا خانمان، ز آهن زمین و ز سنگ آسمان. ز آهن زمین منظورشون قول و زنجیرهایی است که به پاش بسته بودن و به دستش و به گردنش بسته بودن. بکنده دلم زین سرای سپنج، ز بس درد و سختی و اندوه و رنج، بدو گفت رستم که بر جان تو ببخشی روشن جهان بام تو. میگه خداوند جون تو رو به تو بخشیده و من حالا اومدم که تو رو نجاتت بدم. بعد حالا دقت کنی، کنون ای خردمند آزاد خوی، مرا هست با تو یکی آرزو. رستم بالای چاه بهش میگه که من یه چیزی ازت میخوام، به من بخش گرگین میلان را، زدل دور کن کین و بیداد را. میبینی اونجا بهش میگه که من حالا از تو میخوام که این، حالا این فکر کنید که این کمند انداخته، این بیچاره بیژن کمند گرفته میون زمین و هوا آویزونه دیگه، و رستم میخواد بکشه بهش بالا، میگه من اصلا میخوام که گرگین رو چیکار کنی؟ ببخشیش و این کینه رو از دل بیرون کنی. بدو گفت بیژن که ای یار من، ندانی که چون بود پیکار من، ندانی تو ای مهتر شیر مرد، که گرگین میلاد با من چه کرد. گر افتد بروبر جهان بین من، برو رأس خیز آید از کین من. میبینی میگه تو نمیدونی آخه این گرگین با من چی کرد، پدر من در بود، اون منو به این حال و روز انداخت و منو تنها گذاشت و چه این و چه، و اگر من چشم بهش بیفته رأس خیزی ازش برپا خواهد شد، یعنی میکشمش پدر شده. به دو گفت رستم که گر بدخویی بیاری و گفتار من نشنوی، بمانم تو را بسته در چاه پای، برخش اندر آورم شبم باز جا. میبینی اینجا خیلی داستان زیباییه، در واقع به طور نمادین میخواد بگه که رهایی از چاه زندان این دنیا و تیرگی ها وقتی حاصل میشه که تو کینه رو از دل چیکار کنی؟ بیرون کنی. وقتی آزاد میشی که کینه ها از دلت بیاد بیرون. به همین دلیل رستم بهش میگه که ببین، اگر نخواهی که این کینه رو از دلت بیرون کنی و گرگین رو ببخشی، من تو رو همینجا که هست رها میکنم، همه این زحمت هایی کشیدم، این همه جانفشانی هایی که ما کردیم، جون همه خودمون رو به خطر انداختیم،
تا اومدیم تو رو نجاتت بدیم، من تو رو همینجا باقی میذارم و بر میگردم میرم به سرا به ایران و نجاتت نمیدم. چو گفتار رستم رسیدش به گوش، از آن تنگ زندان برآمد خروش. چنین داد پاسخ که بدبخت من، ز گردان و از دوده و انجمن، ز گرگین بدان بد که بر من رسید، چنین روز نیزم بباید کشید. کشیدیم و گشتیم خوشنود از او، زکینه دل من بیاسود از او. فروهش رستم به زندان کمان، برآورد از شاه با پای بند. میبینید میگه که حالا این آقای وسلا بیژن میگه که ببین با همه سختی هایی که من از دست این گردین کشیدم، اما این رو جزو مقدرات زندگی خودم قبول میکنم و از این لحظه به بعد دیگه من هیچ کینه نسبت به گرگین ندارم. و وقت این وقت هستش که رستم چیکار میکنه؟ کمند رو میندازه و اینو از توی چاه به اصطلاح زجر و شکنجه که داشت میارتش بیرون. برهنه تن و موی و ناخن دراز، گدازیده از رنج و درد و نیاز. همه تن پر از خون و رخساره زرد، از آن بند زنجیر زنگار خرد. خروشید رستم چو او را بدید، همه تن در آهن شده ناپدید. بزد دست و بکس است زنجیر و بند، رها کرد از او حلقه پای بند. میبینی این رو رستم بلافاصله که اینو دید اصلا حالش بد شد بنده خدا، که دید این جوان اینقدر زهش رو کشیده، این همه آهن بهش آویزون و این حرفا، گرفت و این زنجیرها رو پاره کرد و اینو نجاتش داد. بعد میگه که اینا بالاخره اومدن، این گرگین هم اومد اینو در آغوش گرفت، ازش دلجویی کرد و فلان و بیسار، و اون دختر منیجر هم گرفتن و به خودشون آوردن و ضمناً هم یه حمله ای هم به کاخ افراسیاب هم میکنن. وقتی که منیجر رو از صحنه دور میکنن و مثلا منطقه دیگه واسه منیجر خطر نوتیست، این گروه کماندویی ایرانی به کاخ افراسیاب هم یه حمله ای میکنن و افراسیاب از کاخش متواری میشه، چون که در واقع به نوعی شبیخون بهشون میزنن، یه دهی از اونا رو میکشن و در زمینم برمیگردن و میان پیش کیخسرو. میگه چو رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیر براه. کیخسرو از خوشحالی و میشنفه که رستم و بیژن دارن برمیگردن، میاد پیشواز. در این حد هیچ وقت پادشاه پیشواز پهلوان نمیره، پهلوان همیشه میره خدمت شاه میرسه، ولی اینجا انقدر کیخسرو خوشحال از این جانفشانی که رستم کرده، میرم پیشواز. چون رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیر براه. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشته از رنج و راه دراز. جهاندار خسرو گرفتش به بر، که ای دست مردی و جان هنر. بیاورد و بسپرد و بر پای خواست، جهان پشت خمیده را کرد راست. چنان پشت خمیده را کرد است. بفرمود تا بیژن آمد پیش، سخن گفت زان رنج و تیمار خیش. از آن تنگ زندان رنج دراز، فراوان سخن گفت با از آن تنگ زندان و رنج و رنج زار، فراوان سخن گفت با شهریار. و از آن گردش روزگاران بعد، همه داستان پیش خسرو بزن. خب بپیچید و بخشاش و بر سخت، درد و غم و دخت گنبونده بخت. حالا یه نکته جالب ببین، خود به اصطلاح بیژن وقتی پیش پادشاه میرسه، راجع به جانفشانی هایی که منیژه براش انجام داده صحبت میگه، که منیژه به اصطلاح قبول کرد و گفت که من بیگناهم و قرار بود که حتی کشته بشه. گفت که منیژه طی اون شیش ماهی که به اصطلاح این توی چاه بود و بهش نه غذا میدادن نه آب میدادن، هیچی بهش نمیدادن، اون کف اون چاه سیاه چال زندگی میکرد، منیژه چجوری با بدبختی مثلا یه لقمه نون یه غذای چیزی واسه این فراهم میکرد. اینا رو همه رو برای این میگه. بپیچید و بخشاش آور سر، ز درد و غم دخت گنبوده بخ. یعنی پادشاه ایران کیخسرو از شنیدن جانفشانی هایی که منیژه به خاطر عشقش کرده خیلی ناراحت میشه. بفرمود
صد جامعه دیبا و روم همه پیکرش گوهر و زر و بوم. دستور داد که صد تا دست لباس همه از بستر دیبای رومی و با گوهر و بند و بساط و با زیورال برای دختر ببرن. یکی تاج و ده بدره دینار نیز، پرستنده و فرش و هر گونه چیز، حتی خدمتکار و فرش و نمیدونم همه بستر خدم و حشم لازم به اضافه تاج طلا و این حرفا باز بسید دختر بفرستن. و بعد از اون بهتر اینه، به ویژن بفرمود که این خواسته ببر سوی ترک روانکاسته. ترک روانکاسته که منیژه هست، دختر ترکی که خیلی صدمه ها دیده بود در این دوران. برنجش مفرسای و سردش مگوی، نگر تا چه آورده او را برو. میگه مبادا یه وقت حرف بد بهش بزنی، مبادا یه وقت مثلا گفتار به اصطلاح سرد باهاش بزنی، این دختر خیلی ارزشمنده که اینجور پای تو وایساده. تو با او جهان را به شادی گذار، نگه کن بدین گردش روزگار. میگه ببین تو سعی کن زندگی رو برای او شاد کنی، ببین این گردش روزگار رو که تو در چه حالی بودی و اون چجوری با تو برخورد داشت. چنین است کار سرای سپنج، گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج. دیگه این داستان امروز ما هم چی میشه؟ داستان زیبای بیژن و منیژه اینجا به پایان میرسه و یک به اصطلاح برگ دیگری از در واقع حماسه های عاشقانه به پایان میرسه. من خیلی تشکر میکنم که شما به صحبت های من گوش کردید و امیدوار هستم که اون درس لازم رو در عشق و دلداری با همدیگه مرور کرده باشیم.